بله. من با پسر خود فخر می کردم، خیش و مندم، اهل اویله، همه طرف هم فخر می کردیم و مخلصی می کردم. خیلی جوانی غیور است، جوانی که حرکت می کند، از یکون چی نمی ترسد، در میدون خیلی جسور است. احسان فکر میکنم بوزنگری مهمی دسته است و او هم کپیتانی دسته است. او فکر میکنم کمک کلان دارد به دسته. مقصد اساسی ما این راحت گرفتن به چمپیونات جهان در سال 2019 می باشد. احسان زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان است. وقتی در دود 10 سالگی بود اویله آنها به پایتخت کوچ می بندند. احسان نورس از همان هنوهنگام شایدو و گریفتار و گروینده فوتبال شد و پیوسته در کوچه با همتایان و همسالانش سرگرم و سرگردونی بازی فوتبال شب و روز رو با همین مشغولیت پسندیده‌اش گذاره می کرد که تو گفتی. این ذوق و هوس و حوصله رو نخست مادرش در وجود او احساس کرده بود. ما که از ولایت مختار بدخشان به پایتخت آمدیم و علاقه سنفی 4 بود. 4 که بود دایم و خیلی به بیرون بر آمده، یعنی بازی هونه که با جوره هاشون بازی هونه که، لیکن دیده بودیم که وای همین مایل و شوق و رغبت به همین فوتبال داشت. با گفتی خودتون که وای نگاه نکرده لباسی چگونه داشت، چطور داشت و که میر محبت نسبت به فوتبال داشت. در همینجا من وای رو حس کردم و دیدم. همین هنر و مهارت عالی و استعداد طبیعی زاده و خدادادهش احسان فوتبال دوست رو به درگاه مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی اوید به فوتبال آورد و در این مکان او با آموزش فوتبال و از بر کردن راز و نیاز آن صدقن و صمیمی مشغول شد که دیگر پر پابندی پیره های مذکور شد. فوتبال رو من از خوردی خیلی دوست می داشتم و می خواستم که با فوتبال مشغول شوم که تو که اگم در آینده پرچم تاجیکستان خوی عزیزی خودمون رو بلند برداریم. ما با همراهی احسان از خوردی دوست هستیم. از خوردی در یک دسته فردوسی 33 یک جا بوزی میکردیم. از خوردی دوست هستیم، یک جا کلان شدیم. من وقتی 2014 با تیمی 16 ساله دعوت شدم و احسان در آنجا با من در میدان در سنتر با من بازی میکرد. با ما از آنجا دوستی جانی شدگیم. جهت بازیش هم نغز است، انسانی نغز است. وقتی ما در یکان دولت دیگر میرفتیم و احسان گپ میزد که وقتی ما در یکم بار که دیده بودیم نقل میکرد که در آنجا ایخیل شد، مثلا ایخیل شد، گم میزدیم. با احسان در دسته وخش بازی میکردیم، آنان رو بسیارتر نخل میکرد. سفر علی رحمانوف به سمت یکی از مربیان کاردان و روزان این رشته خوب یاد و خاطر دارد که احسان با خواست و خواهش همواره برادری بزرگش که شاگرد او بود عازم مکتب فوتبالی بچگونه شد و تا کجا لیاقت و توانمندی داشت میداند. با اقرار او احسان از نخستین مشاهده ها یک نورس آینده دار بود و بچه چالاک و چابک و چسبان و همان او را شامل مکتب مذکور نمودند. روز دیگر برادر احسان در من مشق میکرد. هر روزی در مشق میبیومد و بر من میگفت که یک دادر دارم معلم، دادر من بهترین است، قبول نمیکنیم. بعد همیشه مسئله با برادری و
احسان کردیم و به من گفتم احسان گفت بیار. روزی که احسان او با احسان با مشق ما اومد و صنف 4 بود. از همونجا ما دیدیم بچه معقول شد، با من مدتی 3 ماه مشق کرد و بعد من به احسان تفسیر دادم که احسان جان تو فوتبال نپر، تو آینده فوتبال تاجیک ان شاء الله تو میشوی. همیشه در من مشق کرده ایستاد. در اوله همه ما رو برادرم با فوتبال برد و پدر و مادرم نیز طرفدار این بودند. زید نبودند طرفدار این بودند که من مشق کنم. اوجاد بگیم نوروز و به حیث یک مادر مشفق و مهربان با گویی که دیگر جگرگوشه‌اش رو هر صبح و شام زوقمند می‌دید که به سون تمرینگاه صحیح‌ترش مکتب مهارت عالی ورزشی می‌رفت، هرچند نمی‌خواست بچه‌اش هر وقت با زخم و جراحت‌ها به خانه برگردد، اما دیگرم چی علاج داشت بجز تسلیم تصمیم احسانش شدن؟ در نزد حولی بازی‌ها می‌کرد. کای وقتی که آکاش بازی های دادرش رو احسان پنجشنبه رو میدید، علاقه معلم برای خود شاگردانی سن سالی خود رو علاقه جمع تیار میکرد. اکش آمده خیلی دید فوتبالی دادرش رو دید و با امون صفه رحمانف که بود ترینر امین اکش رفته گفت که خیلی خیلی دودر دارم و میخواد که چونین شوق و حواس دارد به فوتبال، میتونید شما و برو به گروه خود قبول کنید. با همینم با همون روز مقصد خود این اکشم رسید و احسانم دادیم به گروه همون سفر رحمان. در کوچه ها بازی میکردیم، هم با دوستان همون بازی میکردیم و هر جا هم می رفتیم در این کودکی در هر کوچه بازی میکردیم و از کودکی بازی همی پیرلو و اینیستا با من خیلی معقول هستم. بازی این دو بازینگر در یادم است که روز بازی کردیم در مکتب بود که با توپ ضربه زدم با تریزه سینف رسید که تریزه شکست و معلمه من رو خیلی جان کرد که چکار کردی؟ وقتی کارشناسان و متخصصان و مسئولین باشگاه استقلال دوشنبه برای پورا کردن هیئت جوانان تیم مذکور بهترین ها را میجستند، در این میان مکتب مهارت عالی ورزشی اوید و فوتبال نیز استثنا نبود. با گوه مشاهده میشد که در میدان احسان پنجشنبه واری یک بازیگر پرمهارت و لیاقتمند توبرانی میکند، دیگر همان را خلاصه کردند و به قرار آمدند که محض او را به هیئت جوانان دعوت میکنند. احسان که در آن عهد و آوان عضو منتخب نورسان 16 ساله جمهوری بود، دیگر شامل تیم جوانان استقلال شد و مشق و میدانداریهایش را هم با جهت مسئولیت بزرگی را بر دوش گرفتنش بهتر و بیشتر کرد. سالی 2015 بود وقتی که احسان همراه با وحدت حنانوف و تبریز دولتمیر در این دسته نامه کرده شما تمرین میکردن، ستاد مربیون استقلال بخصوص مربیون حیات جوانان از رهبر دسته درخواست کردن که این بازینگران رو به دسته دعوت نمویم و ما توانستیم در اول سال این بازینگران رو به دسته دعوت کردیم. احسان پنجشنبه همراه اون دو بازینگر دیگر تبریز دولتمیر و وحدت حنانوف در موسم اول در حیات جوانان ما خیلی خوب برآمد کردند. تیم 16 ساله تاجیکستان رو یک دسته کردند که ما دو سال در وخش در شهر قرغان‌تپه در لیگ ایولی بازی کردیم و بعدا با دسته برخچی بعد از اونجا به استقلال. پیشتر از آن در تیم نورسان تاجیکستان تا 14 ساله با هم بازی میکردیم.
در اونجا با هم بازی میکردیم. پس از آن با در استقلال یک جا بازی کردیم. مهارت و ملکه و هنر والای فوتبالکاری احسان را مشاهده نموده او را به هیئت باشگاه برقچی دعوت نمودند. دسته برقچی که اصلا پایگاه اساسی منتخب جوانان کشور دانسته می شد، احسان هم با دعوت ستاد مربیان به این تیم پیوست. در این اسنا دو سری سالی رسا آنها در هیئت وخش سیحترش خطلان امروزه نیز هنر اندوختند و مهارت کافی کردند. سالی 2015 بود وقتی که احسان همراه با وحدت حنانوف و تبریز دولتمیر در این دسته نمبر کرده شما تمرین میکردن، ستاد مربیان استقلال بخصوص مربیان حیات جوانان از رهبر دسته درخواست کردن که این بازینگران رو به دسته دعوت نمویم و ما توانستیم در اول سال این بازینگران رو به دسته دعوت کردیم. احسان پنجشنبه همراه اون دو بازینگر دیگر تبریز دولتمیر و وحدت حنانوف در موسم اول در حیات جوانان ما خیلی خوب برآمد کردند و اون سال حیات دسته استقلال خیلی پرقوت بود و آنها که بازینگران نوراس و جوان بودند آنها نمی توانستند به حیات اساسی شامل شوند. از این رو ما آنها رو به اجاره به دسته خطلان و بعدتر به دسته برقچی به اجاره دادیم و بعد نیمه اول دوری موسم سال 2016 این بازینگران احسان پنجشنبه و تبریز دولتمیر به هیئت اساسی استقلال برگردانده شدند و تا حال حاضر خیلی یک برآمد خوب دارند. موسم اول سال 2016 منتخب جوانان 19 ساله کشور بهر اشتراک در بازی های نهایی چمپیونات آسیا به دولت بحرین سفر نمودند. احسان یک بازیگر کلیدی منتخب مذکور به شمار می رفت. مهارت او در بازی با دسته چین عیان شد. در این میدانداری احسان جوان از ضربه جریموی سونی توری دروازه چین توپ انداخته به زدن یک گل زیبا دست یافت که به اقرار متخصصان کار کرده او قناعت بخش بود. همین طریق بازیگران 19 ساله تاجیکستان به دور یک چهار نهایی مسابقات مذکور راه یافتند، ولی در این دوره از دست رقیبان پرقدرت ژاپنیشان مواجه شکست شده از ادامه رقابت ها محروم گشته راحت چمپیونات جهان را از دست دادند. در چمپیونات آسیا که 2016 که در بحرین گذشت خیلی کوشش کردیم و خواستیم که با راحت به چمپیونات جهان گیریم. از گروه بر اومدیم و با دسته ژاپنیا که با حساب 4-0 مغلوب شدیم و ما خیلی حرکت کردیم که پیروز شویم و به چمپیونات جهان راه گیریم. اما افسوس و حرکت میکنیم که این سال راحت به چمپیونات جهان گیریم. ما خیلی نقص تیار دیده بودیم برای راحت گرفتن چمپیونات جهان و ما تا یک چهار فینال راحت یافتیم و در یک چهار فینال با دسته ژاپن شکست خوردیم. در بازی ژاپن ما بسیارتر مانده شده بودیم و یگان خیلی
با آنها بازی خوب نشان دادن نتوانستیم. بله. صفر به صفر بازی به انجام یافت و ما به یک چهار فینال راحت یافتیم. اما به ما کمتر نرسید که به جام جهان راحت یابیم. خدا خواهد فکر میکنم این دفعه ما میتوانیم به چمپیونات جهان راحت یابیم. دسته های نوروز جوانان تاجیکستان در کدام دور زمان که نبود خیلی یک دسته های پرقوت بودند و اونجا یک عامل هایی بود که ممکن که یک تجربه آنها نرسید و آنها می توانستند با دور های دیگر راه یابند. اما فوتبال همین است، باخت دارد، غلبه دارد. فکر میکنم کمتر تجربه آنها نرسید که آنها در همون موسم با دور دیگر گذارند. در این ردیف روستا بعد باخت فوتبال کران 19 ساله کشور در مرحله یک چهار نهایی چمپیونات آسیا، سرمربی وقت منتخب مذکور ویتالی لیفچنکا دسته را ترک گفت. ویتالی لیفچنکا خیلی مربی خوب بود و ما از آنها از آن خیلی چیز را یاد گرفتیم و این تشکر زیاد هم میگویم که ما را تمرین میداد. و ویتالی لیفچنکا بسیار یک تاکتیکی بود که فقط با ما باید کنتر اتاک میکردیم و همون تاکتیکی خطی فقط بازی میکردیم. یعنی مربی خوب بود؟ بله مربی خوب بود. طولی یک سال یک نیم سال هنرنمایی کردم. خیلی مربی خوب هستند، تشکر زیاد به آنها که آنها با ما بسیار چیزها رو طرز درست بازی کردن از روی تاکتیکی و دیگر چیزها با ما خیلی چیزهای خوب رو آموختن، تشکر زیاد به آنها. اما فکر میکنم حاضر هم مربیان ما هم خیلی مربیان خوب هستند و بسیار چیزها از آنها هم نیز آموختیم. سال 2017 قهرمان قصه ما در هیئت تیم استقلال عنوان قهرمانی تاجیکستان را به دست آورد. همچنین احسان در هیئت استقلال به فینال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و جام تاجیکستان راه یافته، متناسبان از رقیبان خود شکست خوردند. با ویژه مخلصان سرشمار بازی هنگام‌آمیز استقلال و ای فورس عراق را در دایره بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا که در ورزشگاه شهر حصار دایر گردیده بود خوب به خاطر دارند و از پیروزی استقلال پایتخت امید کلان داشتند. اما همه این امیدواری ها و هم جام کنفدراسیون فوتبال آسیا برباد رفت. اما باز هم پرتافت مانق و داور آقا اشاره نمیکنند که بازی به انجام رسیدند. حجوم دسته ایر فورس طریق همان طریق همان پایده بازی برمون شد. دوبار ضربه جنبی تعیین کرد فهمی در بازی به انجام رسد. دوستان عزیز فینال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2017 و ما بار دوم در میدان خود مغلوب شدیم و این دفعه از دسته ما خیلی غمگین شدیم. بعد مغلوب که شدیم خیلی غمگین شدیم و ما خواستیم که این کوبک در جمهوری تاجیکستان موند و حرکت کردم. همه بچه ها خواستیم که دسته عراق رو با دسته عراق پیروز شویم ولی نشد. اونجا که بازی حل کننده که بود هر یک مربی هر یک متخصص دیدی خود رو دارد در هر یک بازی و سر ترینر چونین شمارید که احسان پنجشنبه در حد ذخیروی ایستاد و در حالت های درکاری با میدان می آید و شما شاهد بودید. خیلی ناز بازی کردم، مومنت های خود رو استفاده نبودند، لحظه های گل ها رو استفاده نبودند و به شکست دست یافتن. فینال رو باختن و احسان شد. اوغ
آغازی سال 2017 برای احسان پنجشنبه خوب و بوبرار و کامگار نبود، چرا که تیم ملی ما در بازی آخرین انتخابی چمپیونات آسیا 2019 از دست فیلیپین مواجه شکست شد. با فیلیپین در اینجا بازی کردیم که با حساب 4-3 مغلوب شدیم و در بازی آخرین که بازی اساسی بود در فیلیپین، در اونجا نیز 1-0 بود به فایده دسته تاجیکستان، اما متاسفانه بر حساب 2-1 بایی دادیم و تمام ما خواستیم که به چمپیونات آسیا 2019 که در شهر دبی میگذارد راحت گیریم و خیلی خیلی هم غمگین شدیم که در 24 گونه آسیا دسته های آسیا ما ندار اومدیم. بر زمی اون احسان که با رفتن نوردین دورانوف و دیوید ماو تورور بازیگران کلیدی دسته در هیئت استقلال موقع آنها را اشغال نمود و یکی از بازیگران اساسی تیم مذکور دانسته می شد، در جام کنفدراسیای فوتبال آسیا هیئت دسته از گروهشان نبر آمدند. پس از موسم سال 2016 دسته استقلال پیش از هم برای تربیه نمودن بازیگران نوراس و جوانان با هیئت دسته های منتخب تاجیکستان روی کار گرفت که بازیگران نو را با هیئت دسته اساسی جلب نماید و در این روی خط هم احسان پنجشنبه شامل بود و با آمدن محسن محمدیف این مربی شناخته آهسته آهسته احسان پنجشنبه را بغیر از اون که در بازی های داخلی چمپیونات اشتراک میکرد با بازی جام کنفدرال فوتبال آسیا در اول 5 دقیقه 10 دقیقه آخر او رو با بازی می درآورد و اون و در این بازی احسان پنجشنبه خیلی یک تجربه کلان گرفت و این سال 2018 او توانست که در مرکز میدان بعد که نوردین دورون و دید ماوتور دسته رو ترک کردند او همراه امیربیک جورابایف توانستند که یک خیلی یک ستون پرقوت مرکز میدان استقلال گردند و خیلی یک بازی نقض در اجرای اونها مخلصان فکر میکنم تماشا میکنم. سال 2017 مرحله انتخابی چمپیونات آسیا 2018 برگزار گردید. در این دوره فوتبالکاران منتخب 19 ساله کشور ما با منتخب های بنگلادش، شریلانکا، جزیره های مالدیف و ازبکستان دیدار انجام داده پیروزی به دست آوردند. در قسمت اول دیدار در دقیقه های یکم وقت ایلوگی در بازی با مالدیف احسان پنجشنبه مؤلف یک گل شد. ازبکستان را در میدان خود شکست دادیم. این غلبه کلان ما بود در بازی های انتخابی چمپیونات آسیا 2018. دوستان عزیز، این غلبه کلان دسته منتخب جوانان 19 ساله تاجیکستان در چمپیونات آسیا 2018 بود که ما توانستیم با حساب 1-0 ازبکستان را شکست بدیم و روی خود را برای برآمدن به چمپیونات آسیا هموار نماییم. این غلبه است و این غلبه است که با یک گل زده در قسم دیوم به دست آمد. فوتبال جوانان درک میدهد که در حقیقت هم پس از راحت دسته منتخب نوراسون 16 ساله تاجیکستان به چمپیونات آسیا 2018 اکنون نوبت به منتخب جوانان 19 ساله بود که مستقیما با اشغال زینه اول در گروه ب توانستند که به چمپیونات آسیا 2018 راحت بگیرند. با این حال ما اکنون وقتی احسان از خود بازی خوب و جالب نشان دادن یاریست، دیگر امکان سفر به چمپیونات نوبتی را پیدا نمود.
و از 18 اکتبر تا 4 نویبر سال جاری در پایتخت اندونزیا شهر جاکارتا چمپیونات آسیا میونی فوتبال کورونی تا 19 ساله جریان میگیرد. منتخب کشور ما هم با رهبری سرمربی دسته مبین ارگاشف یکی از شرکتداران فعال معرکه میدانداری مذکور میباشند. در این سفر قهرمان برنامه ما احسان پنجشنبه با صفت سروان دسته در هیئت منتخب 19 ساله جمهوری میدانداری خواهد کرد. احسان اثنای مصاحبه با اقرار آمد که تیاری ها با این مسابقات خیلی خوب بود و از خودشان باوری پیروزی دارند. ما باید نقص برآمد کنیم. گروه از گروه برآمدن با فکر من همه یک شانس دارد، از جمله خطای عربستانی سعودی و مالزی. ما حرکت میکنیم که از گروه برآمده با یک چهارم فینال برای ما اون بازی رو پیرو در اون بازی پیرو شویم و با چمپیونات جهان راحت گیریم. همدیگر فهمی خوب دارن و فکر میکنم آنها از اون وظیفه هایی که در نزد آنها گذاشته شده است با سربلندانه میبرد و احسان پنجشنبه همراه با شیردین بابایف دو بازینگر دسته استقلال که در این دسته منتخب شاملن، احسان پنجشنبه کپیتان دسته یا که میگویند سربان دسته است، فکر میکنم او میتواند در گرد خود اون بازینگران دسته رو میتواند که گیرد آورده با یک نتیجه خیلی خوب نشون دهند و باز هم 9 میلیون مخلصان تاجیکستان را خرسند نمایند. ما خیلی تیاری های خوب دیدیم، تمرین های خوب گذراندیم و تولی 2 سال می شود که بسیاری بازینگران ما یک جا هستیم. فکر میکنم همدیگر فهمی خوب داریم، مربیان خوب داریم و قوت ما هم می رسد که به جام جهان را خط یابیم. شوق و حواسی رغبتی و یکی کسبی دوست داشته و یکی هست باید به همین مراد و مقصد خود برسود و جای نمایان رو دایم و گیرد و پرچم برداری دولت خود شود که ما با آن فخر کنیم.